سلام بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 16 اپریل است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز. یادآور میشوم وابسته به برنامه خبری امروز، وضعیتی که در تاجیکستان و جهان به وجود آمده، سرخط خبرها نیز به یک برنامه خبری کوتاه تبدیل شد. من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. برنامه اخباری آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی میدیا و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر میشود و ثبتش را میتوانید ببینید. حکومت شهر دوشنبه برگزاری همه گونه چاره‌بینی های عمومی به مناسبت روز پایتخت را منع کردند. سبب این تصمیم پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و حفظ سالمی اهالی گفته شده است. همه ساله شنبه سوم ماه اپریل روز پایتخت با برگزاری چاره‌بینی های فرهنگی و ورزشی تجلیل می شود. ولی به اطلاع شهرداری پایتخت امسال بنابر وضع پیش آمده برگزاری چاره‌بینی های سر آدم منع شد. قبلا مقامات شهرداری اعلان کرده بودند که نیمه مارافون بین المللی دوشنبه که هر سال بخشیده به روز پایتخت دایر می گشت با سبب خروج کرونا ویروس در جهان برگزار نمی شود. در تاجیکستان مرگ چند نفر در سغد و ختلان شبه برانگیز شد، ولی مقامات تندرستی تاجیکستان گفتند که تا حال یگان مورد گرفتاری با کووید 19 به قید گرفته نشده است. امروز از بیمارخانه ولایتی به نام بوری واحدوف شهر باختر 291 نفر را که از روسیه به تاجیکستان آورده شدند از قرنطین آزاد کردند. این خبر را از مقامات بهداشتی ختلان در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرده، گفتند که 4 نفر از بدخشان و 80 نفر دیگر از خوجند و باقی مانده ساکنان ختلان هستند. علی خان جانوف سردار بیمارخانه گفت که آنها علاهیده 14 روز دیگر را در خانه هایشان قرنطین میکنند، ولی حجت های تشخیص آنها که چند مرتبه گرفته شده است سلامتی آنها را نشان میدهد و کسی بیمار نیست. نفرانی از قرنطین رها شده را کارمندان میلیسه تا خانه هایشون همراهی میکنند و نزدیک به 80 نفر پرستاران این بیمارخانه که به نگاهبین مهاجران بند بودند 70 روز دیگر را در قرنطین میگذرانند. در همین حال ولایت ختلان همچنان ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 تاسیس یافته است. یک گزارش برنامه امروز ما در همین موضوع است، با هم میبینیم. همکاران ما در شهر دوشنبه همچنان رفتی مرافع دادگاهی دلیر شریپوف را نظارت میکنند. امروز در مرافع دادگاهی عبدالرکننده دولتی برای دلیر شریپوف روزنامه‌نگار تاجیک 2 سال و 4 ماه زندان طلب کرد. اما وکیل مدافعش طلب کرد که وی بیگناه است، آزاد کرده شود. مرافع دلیر شریپوف روزنامه‌نگار تاجیک در دادگاه ناحیه شامنصور امروز 16 اپریل ادامه داشت و به فرق از دیروز بر اعلامیه وکیل دفاع شاهدان و پدر و مادر دلیر و همچنین به نوردین قرشبایف رهبر ننسمیل هم اجازه داد که به تالار مرافع وارد شود. از نتیجه های امروزی دادگاه در برنامه اخباری تاجیکستان با تفصیل خواهیم گفت. ساکنان از نواحی تاجیکستان یک هفته اینجانب از کمبود نیروی برق شکایت دارند. میگویند برق با محدودیت و خانه هایشون انتقال میاد و به یاد بسیاری ها موسم لیمیت را میارد. مقامات محلی سبب قطع پیاپی نیروی برق را تعمیر در خطای برق میگویند، اما ساکنان حیرانند که در شب و روز باران بهار و شبانه مسئولان چگونه خطا را تعمیر میکنند. سبب اصلی لیمیت برق در ناحیه چیست؟ همکاران ما روی این موضوع کار میکنند و در حالت آماده شدن در برنامه اخبار در این باره مفصل برایتان گزارش خواهیم داد. در چند شب و روز آخر بارشات شدید به منزل های ساکنان در ناحیه های حصار و خراسان و رودکی آسیب رسان. خانه های ساکنان در کنار فرودگاه نظامی عینی از آبخیزی و بارشات زیاد آسیب دیده است، اما نمی توانند آن را بازسازی کنند. قرار است زمین خانه های آنها به حدود فرودگاه نظامی همراه کرده شود، اما ساکنان از مقامات طلب دارند هرچی کوچانیدن خانه هایشان پرداخت شود. 17 سال قبل قسمی از ساکنان مبلغ جبرانی که مقامات پیشنهاد کرده بودند کم گفته نپذیرفتند و سالها زیر غلغله چربال هواپیماهای نظامی بسر میبرند. از روزگار این ساکنان در کنار فرودگاه نظامی در برنامه اخبار برایتان گزارش خواهیم داشت، انتظار باشید. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آماده میسازیم و پخش میکنیم. تا کمتر از 3 سال دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی میدیا در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و آدنا کلاسیکی همراهی کنید. خدا نگهبان شما.